سوال پرسیدن که دانشجویی هستم که شیفته یکی از همکلاسی هایم شدم، نمیدونم چطور اقدام کنم. و نفرمودن که آقا هستن یا حالا همین میخواستم عرض کنم که اگه امکانش هست ما در هر دو شقی صحبت کنیم. بله بله. خب اگر آقا باشن، حالا ببینید، درسته ما میگیم شما عاشق نشید، حداقل قبل از محرمیت وارد این مقوله نشید، اگرم میشید نکشونید به ازدواج، این خطرناکه. ولی به هر حال انسان جوونه، این خداوند در وجودش این گرایش رو قرار داده، شیفته شدن. حالا ایشون نفهمیدن من عاشق شدم، شیفته شدم، علاقه من شدن. اگر آقا هستن بر اساس ملاک‌ها و معیارها و اصولی که ما داریم، بسم الله، یه سرنخی، حتی سلام نمیدونم، خودتون برید پلو این خانوم و بگید خانوم من به شما علاقه دارم، شما تلفن منزلتون رو بدید، والدینمو بفرستم. اصلا اینم در شأن یک خانوم، اون خانوم نیست اصلا. اصلا خیلی از خانوم بهشون برمیخوره، آدم متشخصی میگه آخ خجالت بکشید، یعنی چی این کار؟ شما باید از این راه دیگه ای، و خیلی راه هست، آدم خیلی راحت میتونه اگر با صداقت بری جلو میتونه سرنخی از خانواده محترم این خانوم گیر بیاره، پدر و مادری، البته اول مادر و خواهر تماس میگیرن، اجازه میگیرن، میرن بر اساس سنت ها اگه آقا هستن. اگر خانم هستن، خب این کار که امکانش نیست دیگه، ایشون که نمیتونن خواستگاری کنن یا برن سرنخ پیدا کنن برن خونه آقا. ما اینجور وقتا به دخترهای خوبمون که این شیفتگی درشون ایجاد میشه، دختر خوب و متدین و محترمی هستن، متشخص هستن، مراعات خط قرمزها رو هم میکنن، ارتباطون با این آقا برقرار نکردن تو دلشونه، ولی علاقه من شدن، پسندیدن این آقا رو، احساس کردن که این آقا اون چیزیه که ممکنه در آینده برای ایشون، ولی عاشق نشدن که بعد کر و کور بشن. ببینید این نکته مهمه، الان یه علاقه این چنین پیدا کردن، میخوان ببینن آیا یه جورایی زمینه رو مهیا کنن که اون آقا بالاخره به خواستگاریشون بیاد. من نظرم اینه، یک واسطه و نه پیک. فرق است بین پیک و واسطه. ما متأسفانه داریم موارد جناب آرفنایی که دختر خانم پیک میفرسته، این چیز جالبی نیست، اینم در شأن شما نیست، اینم خواستگاریه ولی غیر مستقیمه، چیز جالبی نیست. واسطه، یه واسطه یه مسن، اولا مسن‌تر باشن، جوون نباشن، ما اینا نظرمون هستش، متأهل و مورد اعتماد، چون به هر حال سر زندگی شماست، شاید اصلا به هیچ جا نرسه، شاید وقتی رفتن و مطرح کردن اونها اصلا نامزد داره، فهمیدید که نامزد داره، به هر حال یک سریست، این سر افشا نشه، متعهد باشه، مورد اعتماد باشه، متأهل باشه، خوبه مجرد نباشه و مسن‌تر باشه، به عنوان که خودش میخواد خیرخواهی بکنه، احساس کرده دو نفرن تو این کلاس دانشگاه یا تو این دانشکده و اصلا دو کلاس متفاوت، حتی با رعایت سن اینا، شاید سنشون هم مناسب باشه، احساس کرده اینا به درد هم میخورن، میرن پلوی آقا و قدم به قدم. اول اصلا شما آیا مجردید؟ اصلا نیاز نیست همون بسم الله بگن آ مثلا یک کسی من احساس میکنم کسی هست و کفر شماست، این لزومی نداره. چرا آخه؟ اول آیا شما مجردید و متعهد؟ چون ممکنه بعد ظاهرشون دانشجو هستن، خب شاید تو شهرستان نامزد دارن، شاید اصلا ازدواج کردن. اگه جواب مثبت بود قدم بعدی، آیا آمادگی ازدواج داری؟ اگه نه اصلا هیچ چیز دیگه، منتفی قضیه. خب آمادگی ازدواج دارم، آیا دوست دارید تو دانشگاه ازدواج کنید یا نه، یا غیر دانشگاه؟ نه غیر دانشگاه. خب منتفیه. همینجور قدم 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 به قدم، تا اگر به نهایتش رسیدن حتما باید اون واسطه دقت کنن. اینو تاکید کنن عزیزان، دخترای خوبم، که بویی نبره طرف که شما پیک من هستید. باید حد چون اشکالی هم نداره، دروغ گفتن حرام، راست گفتن که واجب نیست، حالا لازم دادم بره بگه من فلانی منو. بله. ما در شأن دختر خانم این رو میبینیم و صلاح نمیدونیم که با این راهکارهای غیر عقلایی اقدام بکنن عزیزان.